قصه امشب قصه هاپو و مادر بزرگش. خب ببینیم قصه هاپو و مادر بزرگش چیه. رسم صفحه اولش این بر. مامان و بابای هاپو میخواستم برم بیرون. مامان بزرگش اومده بود تا وقتی که مامان باباش نیستن پیش هاپو بمونه. مامان بزرگ گفت فکر میکنم به ما خیلی خوش بگذره، مگه نه هاپو؟ هاپو برای مامان و باباش دست تکون داد و با خوشحالی به مادر بزرگش گفت بله حتما. اونا داخل خانه برگشتن و مامان بزرگ پرسید امروز دوست داری چی کار کنیم هاپو؟ هاپو گفت من یه پازل جدید دارم، به من کمک میکنی تا اونو درست کنیم؟ مامان بزرگشم گفت حتما، ولی اول باید ببینم کجاست. هاپو گفت فکر میکنم روی طبقه های کتاب خونه است. واسه این بالای کتاب خونه است چی داره اینجا؟ اینجا کتاب، یه کتاب برای هاپو میخونه. آره این چیه این بالا؟ مامینی یه چیز برده، یه چیز برده، نمیدونم فکر کنم خواب بوده و یه دفعه که اونا اومدن یه چیزی رو وا کرد. خب مامان بزرگ تمام قفسه‌های کتابخونه رو گشت، حتی گنجه توی اتاق ناهارخوری رو هم نگاه کرد. گفت من که نمیتونم پازلتو پیدا کنم هاپو، فکر میکنی اون رو کجا گذاشتی؟ هاپو پشت جونم چیشه؟ پشتش می کفشو جاده. هاپو پشت سر مامان بزرگ رفت اتاق نشیمن، برگشت و گفت مامان بزرگ فکر کنم پازل داره با ما قایم موشک بازی میکنه. مامان بزرگ گفت آره مثل اینکه حق با توه، ولی من میدونم کجا قایم شده. بعد دلا شد و زیر صندلی رو نگاه کرد و گفت بالاخره پیداش کردیم، همون که تو اول بار دیدی مامان. مامان بزرگ که خیلی این طرف و اون طرف رفته بود حسابی خسته شده بود، رفت و برای خودش یه فنجون چای ریخت، برای هاپو هم یه لیوان شیر و چند تا بیسکویت آورد. بعدم نشستن تا پازل درست کنن. هاپو خیلی زود تیکای پازل رو این چیه؟ اون دونه آخری پازله که بذاره توی اون جای خالی دیگه پازلش درست میشه. هاپو تیکا رو کنار هم چید و زود تموم کرد پازلو. مامان بزرگ گفت تو باید به من یاد بدی هاپو، من خیلی دوست دارم مثل تو تیکای پازلو تون تون کنار هم بچینم و کاملش کنم. نگشه دوتا کبر جدی خواهی تموم شه اونم میخونم. مشیر اول اما اون دوستان من سره اشتون جادی اشتون همه اشتون کنه خورد. آره مامان، حالا ببینیم این هاپو چی کار کرد. هاپو دلش میخواست بازی کنه و گفت دنبال پازل گشتن که خیلی جالب بود، حالا میای قایم موشک بازی کنیم؟ فکر میکنی میتونی منو پیدا کنی مامان بزرگ؟ مامان بزرگ گفت خب سعی خودم رو میکنم. بعدم چشاشو بست و شروع کرد به شمردن. هاپو گفت یواشکی نگاه نکنی ها. بعدم رفت تا قایم بشه. تو قایم موشک بلدی؟ آره. چجوری؟ اینجوری چشاتو میبندی؟ میان قایم میشم. آره مامان. مامان بزرگ تا 20 شمرد که هاپو رفت وقت داشته باشه جای خوبی برای قایم شدن پیدا کنه. اون وقت به اتاق هاپو رفت و همه جا رو گشت. یه
پرنده به پرنده بهش میگه. الان میرسیم به پرنده. بعدم رفت اتاق مامان باباشو نگاه کرد، حتی توی گنجرم گشت، ولی هیچ جا هاپو نبود. مامان بزرگ رفت طبقه پایین، این طرفو گشت، اون طرفو گشت، زیر کمد، زیر پله ها رو نگاه کرد، بعدم رفت توی حیاط باز نگاه کرد، هیچ جا هاپو نبود. حتی از این پرنده آبی هم پرسید تو هاپو رو ندیدی؟ گفت نه من ندیدم. مامان بزرگ با خودش گفت چقدر هاپو توی قایم موشک بازی کردن ماهره، هیچ جا نمیتونم پیداش کنم. کجا قایم شده بود؟ مبله. خب بعدش مامان بزرگ برگشت خونه و روی مبل نشست و با خودش گفت اول باید یکم استراحت کنم بعد دوباره پیدا کنم. یه دفعه بقیه برگشت و گفت این سر و صدا چیه؟ همون موقع هاپو پرید بالا و گفت من اینجا مامان بزرگ، ولی شما نتونستین منو پیدا کنین مگه نه؟ مامان بزرگ خندید و گفت بله نتونستم، فکر کنم تو بازی رو برد. همین موقع در خونه باز شد و مامان بزرگ، مامان و باباش اومدن. هاپو دوید سمتشون و گفت سلام مامان، سلام بابا. مامان و باباش بغلش کردن و گفتن سلام هاپو، با مامان بزرگ بهت خوش گذشت؟ هاپو گفت خیلی خوب بود، کاش که میشد مامان بزرگ بیشتر اینجا بمونه تا با هم بازی کنی. میمونی مامان بزرگ؟ بچی شد؟ بچی شد. ما اینه شی؟ اینه کفشاشه. رو کفشاش چی داره؟ هاپو. آره شبیه خودشه روش مامان. مامان بزرگ گفت قبل از هر کاری اول باید یکم استراحت کنی. هاپو پرید بغل مامان بزرگش و گفت چطوریه که با هم حالا استراحت بازی کنی؟ مامان بزرگم هاپو رو بغل کرد و گفت چه فکر خوبی، من که این بازی رو از همه بازی ها بیشتر دوست دارم. میبینی پرید بغل مامان بزرگش، دوتایی با هم چشاشون رو بستن تا استراحت کنن. اینم از قصه هاپو مامان بزرگش. باغچه هاپو، روز بارونی هاپو، روز آفتابی هاپو، کتاب بزرگ هاپو، رو وقت خواب هاپو، تولدت مبارک هاپو، هاپو زنگ هوش سرگرمی، دل درد هاپو.